نیلوفر، چه میدونیم درباره بنجامین بریر و اتهاماتی که او داره در ایران و متهم شده به اون؟ 35 سال است گردشگری بوده که با یک ون یا حالا چیزی که در ایران بهش میگیم با یک کاروان در حال سفر بوده به نقاط مختلف ایران. چند ماهی بوده که در ایران مشغول سفر و گردشگری بوده که دستگیر میشه بعد از مدتی که در یک شهر کوچکتر بازداشت بوده، در نهایت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل میشه. تا همین 9 ماه پیش، توی این 9 ماه گذشته در واقع وکلای او به محتوای پروندهش دسترسی نداشتن و چیزی که وکیل او میگه اینه که اتهاماتی که بهش وارد شده متناقض و همینطور نادرسته. گفته شده که او در حال عکس برداری از مناطق ممنوعه دستگیر شده. حالا به عنوان یک گردشگر او عکس مینداخته از مناطق مختلف، صحبت میشه از اینکه از یک پهپاد استفاده کرده، چیزی که حالا مقام های ایرانی ازش به عنوان پهپاد یاد میکنن، دستگاهایی که برای عکس برداری و فیلم برداری ازش استفاده میشه و خیلی مرسوم به خصوص در خود ایران که افراد معمولی هم به غیر از عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ای ازش استفاده میکنن. وکیل او و خانواده‌اش اتهامات رو نمیپذیرند. گفتن که چند باری تا حالا با خانواده صحبت کردن. به نظر میرسه که توی این مدت امیدوار بودن که دولت فرانسه بتونه با گفتگو و مذاکره با مقامات ایرانی امکان آزادی او رو فراهم کنه، ولی به نظر میرسه که به چنین نتیجه‌ای نرسیدن و گفتن که حالا اتهامات او تایید شده. اتهام تبلیغ علیه نظام به او زده شده به دلیل اظهار نظرش در فضای مجازی، اینکه پرسیده چرا حجاب در ایران برای زنان اجباریه و در کشورهای اسلامی چنین نیست. به این دلیل او رو به تبلیغ علیه نظام یا جمهوری اسلامی متهم کردن و جاسوسی رو به دلیل عکس برداری. نیلوفر، ماه پیش وزارت خارجه فرانسه بیانیه داد و گفت که اوضاع رو زیر نظر داره. یک شهروند فرانسوی دیگه دستگیر شد اما اسمی در اون نبود. واکنش فرانسه چه هست الان به این خبر؟ هنوز فرانسه واکنش رسمی در این زمینه در واقع اتهام جدید اعلام نکرده. فرانسه تا اینجا سکوت کرده بود در مورد بازداشت این شهروندش، خبری منتشر نکرده بود، کاری که در مورد فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال هم انجام داده بود. می‌دونیم که خانم عادل‌خواه هم همچنان در ایران، هرچند که در بازداشت خانگی میتونیم بگیم هست، با توجه به پابندی که به او زدن و امکان حرکت زیادی رو از فضای خونش در اطراف فضای خونش نداره. به غیر از اون، فرانسه امیدواره که بتونه این دو نفر رو هرچه سریعتر به فرانسه بازگردونه، ولی گفتگوهاش فایده ای نداشته. حکومت ایران بار اولی نیست که شهروندان غربی یا غیر ایرانی و دو تابعیتی رو دستگیر میکنه و از اونها به عنوان اهرم فشار یا یک وسیله برای مبادله و گرفتن پول یا حتی شهروندان ایرانی زندانی در کشورهای دیگه استفاده میکنه. چیزی که مطرح شده بود اینه که ایران به دنبال تعویض خانم عادل‌خواه یا حالا این شهروند فرانسوی احتمالاً با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژیک به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شده، ولی خب فرانسه چنین چیزی رو قبول نمیکنه، یا بلژیک که حالا به طور مستقیم درگیر این پرونده است و تلاش ها برای آزادی بنجامین بریر تا اینجا بی نتیجه بوده. در پاریس، نیلوفر پور ابراهیم همکارم، ممنونم از